سلام. تو هنوزم منو تعقیب میکنی؟ این بار واقعا تعقیبت نکردم، اتفاقی بود. میخواستم یه سلامی بهت بدم. خوب کردی. خیلی ممنون. چی شده؟ رو گردنت هم هست؟ چیزی نیست. بیا حرف بزنیم با هم. بله، چی شد؟ داشتی میگفتی؟ ساکت شدی؟ بگو. چی ازم میخوای؟ آها، قربون آدم چیز فهم. حالا میری پیش ملیسو؟ همه چیو دونه دونه براش تعریف میکنی. خب اگه نکنی چی میشه؟ اون موقع آکسل وارد عمل میشه، بقیهش هم خودت میدونی. افسوس، واقعا قابل ترحمی. من؟ یا تو؟ ملیس یا کرم؟ آها باریشم هست، مگه نه؟ یعنی الان چی کار داره میکنه؟ شانس آوردم دوستش اونجا بود، اون اومد سوامون کرد. نباید تو این موضوع دخالت میکردی. من فقط به خاطر تو این کار کردم. چی شد؟ ارزش داشت؟ حتما داشت. هیچ کاری نیست که به خاطر تو انجام ندم. بعدشم کار همیشگی داداشمه، بار اولش نیست. بابات نمیدونه؟ بدونم براش مهم نیست. به مادرت هم نمیگی؟ حرف بدی زده؟ نه. ببین این تویی؟ من و مامانم. زندن دیگه؟ آره، ولی همدیگر رو نمیبینیم. بابا و مامانم وقتی خیلی کوچیک بودم جدا شدن، منم خیلی کم یادمه. بعدم ما رو گذاشت و رفت، دیگه نه اومد سراغمون نه چیزی. ببین این بابامه. آها، این خانمی که کنارشه کیه؟ دوست دخترشه، نامادریمو. میونتون خوب نیست؟ نمیدونم، یعنی زیاد صمیمی نیستیم، هیچ وقت هم نبودیم. با داداشم خوبه، با هم تفریح میکنن. مثلا دفعه پیش تو کلوب اسکواش بازی میکردن، چه میدونم کلاس رقص میرن. آخه بابام سرش خیلی شلوغه، داداشم هم برای اینکه آیدان تنها نمونه باهاش میره. پس قبل ساعت 12 اومد خونه. اومد، ولی دیگه تو اون ساعت چه فایده داره؟ بگذاریم، ولش کن، بیخیال، دیگه در موردش حرف نزنیم. هر طور راحتی. زینب چطوره؟ سال تحویلش چطور گذشت؟ والا نشد زیاد حرف بزنیم، ولی صبح کیفش حسابی کوک بود. ها جدی؟ خوبه، خوشحال شدم. میدونی تو چه فکریم؟ با دخترها بریم بیرون. خوبه؟ مثلا با هم غذا بخوریم. من فکر میکنم به زودی ملیس همه چی به زینب بگه، حالا که رابطهشون خوبه اینطوری فضای مناسبی براشون مهیا میکنیم. حق با توه، فکر خوبی. بریم بالا. بریم. کیه کرم؟ باریش. جواب بده. خب باش. بله عزیزم. کرم، اگه خونه ای میام پیشت باید باهات حرف بزنم. باشه، ولی الان خونه نیستم، نیم ساعت دیگه میام. خونه نه، میام پاتاقت. باشه باشه باشه، بیام اونجا. خیلی خوب، پس میبینمت. میخواد با هم حرف بزنم. حتما در مورد زینبه.
نمیدونم در مورد چیه. دیشب پیشش بودم. جدی؟ نگفتی؟ چه میدونم، پیش نایمد که بگم. میدونی حالش خیلی بد بود، خیلی غصه میخورد. کنارش نشستم ولی خب هیچی نگفت، کاری از دستم من بر نمیومد. تو داداششی، حتما میتونی کمکش کنی. چند وقت بود میخواستم ازت سوال کنم ببینم دخترت حالش بهتر شد. واقعا انقدر گرفتاریم که نمیتونیم از هم خبردار بشیم. میام تو همین هفته یه سری حتما بهتون میزنم. ببخش که از حالتون بیخبر موندم. خب دیگه هلاجون، بعدا میبینم. باران؟ شما دوتا اینجا چی کار میکنی؟ حفیظ خاله، خانم، حالتون چطوره؟ سلام. پرسیدم شما دوتا اینجا چی کار میکنی؟ چیزه، درس. صابونه. یعنی صابونه. درس. میدونین چی شد؟ ما برای صابونه و درس خوندن هم دیگر رو دیدیم. گفتین درس بخونیم، بینش هم صابونه بخوریم. یعنی اینجوری همدیگر رو دیدیم، دو تا چایی هم خوردیم. بله، دو استکان باران جان خورد، دو استکان هم من خوردم. غیر از اون ابدا هیچ صمیمیتی مثل گرفتن دست و این چیزا. اتفاقا من خودم با این مسئله مخالفم. مثلا رابطه دختر پسر و عشق و عاشقی و اینجور چیزا، ولی بعد ازدواج با عشق و عاشقی موافقم. دوستم باران هم همین نظر داره. آره کاملا مطمئنم جان. البته در مورد خودمون نه، با آدمایی که اصلا نمیشناسیم و حتی اسمشون هم نمیدونیم. ولی یه وقت ممکنه منم ازدواج کردم، دوستم بارانم همینطور. خب میرم عروسیش طلا دستش میکنم، اونم 100% همین کارو میکنه، چون که میدونی طلا جان. من من همون بهتره برم، مزاحم وقتتون نشم. خسته نباشین، موفق باشی. موفق باشی دوست عزیزم باران. بچه ها مواظب خودتون باشین. بیا اینجا. این پسر مواد مخدر مصرف میکنه؟ نه مامان. را بیاف. بچه ها چقدر دیگه مونده؟ موهاش حاضره. دنیز کار تو چی؟ یه 15 دقیقه دیگه طول میکشه. عجله کنین دیگه. چقدر نورش بده، اعصابمو به هم میریزه. چرا مهتابی زرد نمیزنن؟ از مهتابی سفید بدم میاد. تالین خانم، یه خانم میخواد شما رو ببینه. گویا با هم برای سایرها کار میکردی. آیشن خانم. آیشن اینجاست؟ واقعا؟ بله. صداش کن بیاد. الان. بچه 5 دقیقه صبر میکنین؟ باشه. آیشن جون حال چطوره؟ خوبم، خیلی ممنون تولین خانم. شما هم مثل همیشه محشری. عزیزم ممنونم. خواهرزادم رو آوردم، خیلی کنجکاو بود صحنه رو ببینه. عزیزم خوبی؟ سلام، باورم نمیشه باهاتون آشنا شدم. میشه خواهش کنم یه عکس با هم بگیریم؟ میخوام به همکلاسیام نشون بدم، باورش رو نمیشه با خالم کار میکردیم. بچه چه بامزن. باشه بیا. خاله میشه شما بگیریم؟ باشه، برو. فقط یه چیزی بگم، اگه بعد در اومد به هیچ کس نشون نمیدی یا؟ خب باشه. وای امکان نداره، شما همیشه خوشگلین، عکساتونم بی نظیر میشه. فدات بشم. اسم چی؟ آلارا. آلارا جون الان یه وری وای میستیم، اینطوری لاغرتر دیده میشیم. باشه. آها عالی شد، ولی یکی دیگه هم میگیرم. یقتو درست کن. عالیه. گاهی اوقات میام اینجا. خیلی به عتیقه جا تعلق داری؟ نه اونقدرام نه، ولی خب از دیدنشون لذت میبرم. اگه از یه چیزی هم خوشم بیاد میخرمش. جهان خوش اومدی. سلام. سلام. سلام، دمت هستم. منم صمدم، خوشبختم. منم همینطور. چه خبره؟ سلامتی، هیچ خبر خاصی نیست. چه میکنی؟ تو خوبی؟ ای ممنون، تعریف مغازه تو برای دمت کرده بودم، گفتم یه سری بیاییم. کار خوبی کردین، شما با خیال راحت نگاه کنین. اگه چیزی لازم داشتین من در خدمتتونم. ضمناً میگم یه قهوه یه واسهتون بیارم. ممنون میشم. خوبه. ممنونم. راستی این دمت همون دمته؟ باشه.
چقدر خوشگل افتادین. وای آقا جهانم خیلی خوش تیپ افتادن. ای بابا. تولین خانوم، راستش میخواستم یه چیزی بهتون بگم، اما خیلی فکر کردم بهتون بگم نگم. ولی چی شده در مورد کاره؟ ملدا پشت سرم چیزی گفتی؟ نه نه اینطور نیست، اصلا مربوط به اونا نیست. میدونی؟ خب دیروز یه گل آوردن محل کارمون، یه دسته گل بزرگ و تزویر شده. خب منم کنجکاف شدم، هر روز که برای دمت گل نمیارن، پیشو گرفتم، مگه میذارم از چشم من پنهون بمونه؟ نگو دسته گل آقا جهان براش فرستاده بود. چیز عجیبی نیست. عجیب نیست، درسته، به هر حال آشنای این دوستتونه، شاید مناسبت خاصیه، چه میدونم روز تولدی چیزی، فقط خواستم در جریان باشی. عزیزم من خودم میدونستم، جهان به هم گفته بود. جدی؟ آها من به هوای این که نمیدونین اومدم، وگرنه میبخشین، گفتم شاید بخواین بدونین. آخه اگه شوهر من برای دوستم بیدلیل گل بفرسته، ولی حالا که شما از همه چی خبر دارین دیگه مشکلی نیست. آیا شن جون تو خیلی بامزهی، به خدا تو اول یکی رو پیدا کن که دستتو بذاری تو دستش، وقتی شوهرت شد دوباره با هم حرف میزنیم، باشه؟ حق با شما. آلارا پاشو عزیزم بریم. روز بخیر. خیلی ممنون. روز تو هم بخیر عزیزم. روز بخیر. خدا نگهدار. این اینو تو خونمون داریم. جدی؟ آبیشم ما داریم. یادمه توی هال بود روی یه میز. آره آره. چطوری یادت موند؟ نمیتونم، یادم مونده دیگه. نگاه کن چه چیزایی اینجاست. ای جانم به به، کاستا رو گذاشتن اینجا. آی 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 آی. اگه دخترامون اینا رو ببینن، اگه بدونن یه زمانی چیا گوش میکردیم، فکر میکنن آدم فضاییم. آره. وای وای چیه؟ نشون نمیدم. ببینم. وایسا وقتی شنیدی میفهمی. خدای کار میکنه. یعنی امان از دست تو جهان. اگه اون نامه به دستم میرسید، تو رو هیچ وقت ولت نمی کردم بری. دمت. میدونم. کاش میشد زمانو به عقب برگردوند، کاش میتونستم کاری کنم منو ببخشی. تو که تقصیری نداشتیم، یعنی هیچ کدوممون نداشتیم. یعنی جاله هم نداره. اونم بعدن پشیمون شده بود، پشیمونی هم داغونش کرد. ما داغون نشدیم. اولین ترانه ای بود که باش رقصیدیم. نره gönlümü verdim nasıl güzel.
sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almasam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ben. Mişe dedi ki beri. Beri. آره خیلی خوب شد. خیلی وقت بود به فکرت بودم. این روز خیلی سرم شلوغه. شاید شنیده باشی یه نقش جدید گرفتم توی سریال. برای همین حسابی مشغول کارم. تبریک میگم. خیلی ممنون، لطف داری، ممنونم. کارا چطور پیش میره؟ راضی هستی؟ آره راضیم، درسته کارمون خیلی سنگینه ولی خیلی خوشحالم. حتی سال تحویل رو سر صحنه بودم. واقعا؟ جدی میگی؟ آره، تو سال تحویل چی کار کردی؟ حتما پیش الا بودی نه؟ آره آره، یه چند ساعتی اجازه گرفتم. جهانم پیشتون؟ آخه من سر کار بودم، وقتی دید من نیستم گفتم شاید اومده. جهان؟ آره اومد. ستایی با هم بودیم، یه چیزی خوردیم و تلویزیون نگاه کردیم. برنامه های مخصوص عید. خیلی خوش گذشت. چه خوب. تقریبا یه ماه میشه هیچی ازش نمونده. دکتر گفت تموم شده ولی من موندم، به خاطر تو موندم. استراحت کردم، بهتر شدم، حاضر شدم، حالا دیگه آمادم، میتونیم شروع کنیم گنش. وای مبارک بشه داداش. ممنون داداشم. زیاد که منتظرت نذاشتم. نه تازه رسیدم. بیرون بودی؟ نه تو زمین بسکت بودم، داشتم تمرین میکردم. بگم و دیدم نه کرم، از این که آکسر رو برای جونمون کردم خیلی متاسفم. بلش کن دیگه، فکرشم نکن. واسه این که درس عبرت بهش بدم یکم فکر کردم. دیگه ولش کن بابا، کاری به کارش نداشته باش. ولش کن، این کاراش بی جواب بمونه. ها دخترم اذیت کرده بی شعور. بگم ها نگفت، ولی این موچه دست و گردنش کبود بود، خیلی هم بدجور بود. روانیه، چطور تونستم چین کاری با خواهرش بکنم؟ نمیدونم. تو منو بخشیدی دیگه. باریش، ما خیلی وقت اون بحث رو تموم کردیم. چه میدونم، هنوزم احساس بدی دارم. بی خیال شد دیگه، میخوام از این به بعد آکسل رو فراموش کنیم. من بی خیال شدم، تو هم بی خیال شو. باشه، اگه اینجوری میخوای باشه. We'll be right back.
تو تازه اومدی؟ بله تازه اومدم. ببرینش، باید پاهاشو بشکنی بندازینش یه جایی. یلا پسرم، کجا بودی؟ با دوستان بودم. دیشب چطور بود؟ ای دختر مختر و شوخی و خنده. ببینم دوست دختر چی؟ یکی هست. ماشاءالله. قول دادی یا؟ باشه دیگه، قول دادم. کاری به کار اون بیشور نداریم، نمیذاریم به هدفش برسه، مشکلی پیش بیاد بعد خودش گورش گم میکنه میره. خیلی خوب، هرچی تو بگی. تو اینجا میمونی یا میری خونه؟ فعلا اینجا هم یکم استراحت میکنم، تو خونه راحت نیستم. باشه شب حرف میزنیم با هم. خداحافظ. کجایی افو؟ تو خونم آقا کرم. اینجا باید حرف بزنیم. تو پاتوق نشستم. باش آقا کرم. ملیس جونم خوش اومدی. حالتون چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم. زینب خونه؟ زینب نیست، رفته بیرون. وای، کاش قبل از اومدنم خبر میدادم. ای بابا این چه حرفیه، بیا بریم تو. بیا دیگه، زینبم حالا ها پیداش میشه. یه وقت مزاحم نباشم. این چه حرفیه، مزاحمت کدومه، بیا. باشه. اینجا یه صندل هست، بردار. اینجا چی کار میکنی؟ حالی چطوره؟ اول تو بگو. نه اول تو. دلتنگت شدم همین. منم دلم تنگ شده بود. چیزه اینو تو ماشین انداخته بودی. حدس میزدم. میخوای پیش من بمونه؟ میندازی تو گوشه؟ نه. پس بمونه. من فقط اومدم تو رو ببینم. میدونم. خیلی خوب پس. باشه. تو فعلا اینجایی؟ آره. پس من برم. نرو. مجبورم برم. میدونم ولی نرو.
قهوه‌تو با شیر میخوری؟ نه ممنونم. چیزه، ببخشید، یه دفعه ای به چشمم خورد. عیب نداره، ببینمش. اینو وقتی کلاس اول بود کشید، خوب یادم مونده. آخه اون موقع فکر میکرد باباش تایفونه، یعنی مجبور شدم اینجوری بهش بگم. اینا هم هست. خوندن و نوشتن و قبل رفتن به مدرسه یاد گرفت. اول علامت سوال رو یادش داده بودم، بعد یاد گرفت که سوال چیه. مامان، بابای من کجاست؟ من بابا ندارم. بابای من کیه؟ ملیس، من تا به حال هیچ وقت تحت فشار نذاشتمت، از این به بعدم نمیذارم. خواهش میکنم اصلا خودتو ناراحت نکن. زینب، با اینکه نمیدونه خواهرین تو رو خیلی دوست داره، میدونی که منم اونو خیلی دوست دارم. ملیس شونم، خیالت راحت باشه دخترم. من یه قولی بهت دادم، تا وقتی هم که خودت آمادگیشو نداشته باشی، من هیچ وقت جلوی زینب هیچ چیزی. آقا کرم، تو کجایی؟ لباسای سویم خانم از خوششویی ببر. در مورد اکسل چی پیدا کردی؟ اونو بگو. هنوز چیزی پیدا نکردم. متوجه نشدم. تو خونهشون دو تا دختر کار میکنه، یکیشون کارهای روزمره رو انجام میده، منشی آقای مهمت بود، اون یکی هم غذا و خورده کارا رو انجام. افق، خدمتکارشو میخوام. چه کار؟ چیز دیگه ای پیدا نکردی؟ یه خانم هست، با آقای مهمت میاد خونه و میره، احتمال میدم دوست دخترش باشه، یه خانم جوونه دیگه. غیبت اکسل تو مدرسه خیلی زیاده، اینو فهمیدم. افق، این بچه هیچ آتایی نداره؟ فعلا نمیدونم آقا. عالیه، عالیه. من برای چی به تو پول میدم؟ اینطور که معلومه بی خود دارم بهت پول میدم، درسته؟ خدمتکارای خونشون اینجوری شدن و اونجوری شدن، تو مدرسه غیبتشو میکنن، به من چه ربطی داره؟ معذرت میخوام. خوبه، تو فقط معذرت بخواهم. افق، این موضوع برای من خیلی مهمه، میفهمی؟ خیلی مهمه. کیکتو نمیخوری؟ نه خیلی ممنون، یعنی میونم با شیر نجات زیاد خوب نیست. راست میگی، با نمکم میونه ای نداری. میدونی تو دختر خوشگلی هستی؟ نیستم. چی میگی؟ نیستم دیگه، موام خیلی کم پشته، صاف و صوفه. صبح که بیدار میشم و میشورمشون افتضاح میشه، برای همین صبح زودتر باید بیدارشم که موام حتما درستشون کنم. دائم باید پوش بدم که موام بیشتر به نظر برسه. نمیدونم، پوست صورتم هم که میبینید صاف نیست. همیشه کرم پودر و پنکیک و از اینجور چیزا استفاده میکنم. هیکلم هم که اصلا نمیخوام چیزی بگم راجبش، ببینید چه کم دارم. برای همین هرچی بپوشم به هم نمیاد، به دلم نمیشینه، از خودم خوشم نمیاد. بعضی وقتا نمیخوام تو آینه نگاه کنم، از آینه ها متنفرم. داری در حق خودت بی انصافی میکنی. نمی کنم، پسرها هر دختری رو دوست ندارم. باید لاغر و زیبا باشی، خوش هیکل و خوشگل، یعنی از یه جهت مثل یه کتاب باشی.
اون وقت فقط جلدتو میبینن. اگه جلدت زیبا باشه به توجه میکنن، اگه هم که زشت باشه حتی نگات هم نمیکنن ببینن داخلت چی نوشته. اصلا براشون مهم نیستی، بهت اهمیت نمیدن. من بعضی وقتا اون کتابو باز میکنم و میخونم، چیزای قشنگم توش میبینم، میفهمی؟ پیشنهاد میکنم تو هم باز کن و ببین. قول میدم پشیمون نشی. لطفاً این حرفا رو به زینب نگین خوب؟ مطمئن باش بین خودمون میمونه. سلام. خوش اومدی دخترم. سلام ملیس. خوش اومدی. مرسی. بابام نیست؟ دوش میگیره. کی برمیگرده ازمیر؟ پروازش ساعت 9. خوبه. دلت برام تنگ شده؟ چی کار میکنه؟ من خیلی دلتنگت شده. دختر مگه دیوونه ای؟ معلومه دیوونم. چند بار بهت بگم وقتی بابام اینجاست این کارو نکن. خیلی خوب، کاری نکردم. واقعا دلت برام تنگ شد؟ نمیگم. عکسه اینجام بابا. امشب مسافری نه؟ نه پرس، این بیشورا کار نمیکنن که. حتما باید بالا سرشون باشم. چاره چیه؟ اگه کمک میخوای منم بیام. ها؟ اون روزا میرسه پسرم. پس ما هم تا وقتی برمیگردی با آیدان هابجی؟ آیدان باشه. با آبجی آیدان منتظر برگشتنت میمونیم. وقتی برگشتم آخر هفته با هم میزنیم به کوههای کارتال. برام از اینا بگو بابا. فکر خوبیه، خوش میگذره. میخوای اونجا بشی؟ باشه. امروز چی کار کردی؟ هیچی، یه دوری زدم و برگشتم. منم با کرم بودم، با همدیگه صابونه خوردیم. چه خوب. به خاطر اون آکسل دیوونه نشد کادشو بهش بدم، ولی وقتی دید خیلی خوشحال شد. براش دفتر درست کردم، توش چیزایی بود که سالها نگه داشته بودم. دست نوشته، دستمال، بلیت کنسرت، هر جا که با هم رفته بودیم رو جمع کردم. ملیس، یه چیزی هست که باید بهت بگم. بگو عزیزم. من خیلی متاسفم، معذرت میخوام. ببخشید. بابام زنگ میزنه جواب بدم؟ البته این چه حرفیه. بله بابا جون. دخترم کجایی؟ خونه یه زینبینه بابا. خیلی خوب، من میخواستم بگم شما با هم بخوریم، من و تو و زینب. عالی میشه بابایی، مرسی. الان به زینبم میگم. باشه بگو، وقتی رسیدم زنگ میزنم. خیلی خوب بابا جون، میبینمت. بابا میگه شما با هم دیگه بخوریم. آخ ببخشید، من نظر تو رو اصلا نپرسیدم، معذرت میخوام. من نمیتونم بیام. چرا؟ دیشبم بیرون بودم، نمیتونم.
دیوونه نشو، من به خاله دمت میگم، یه وقتی دونم اومد. نمیدونم که نمیدونم نداریم، حتما میای. حالا ببینیم. تو برای چی از من معذرت خواستی ها؟ چیزه، نتونستم. آخه واسه کادوی سال نو نخریدم، تو این دستبند رو بهم دادی ولی من هیچی واسه نگرفتم. داری مزخرف میگی ها؟ دیگه از این حرفو ازت نشنوم. زینب، زینب، جهان. سلام، اومدم دخترها رو ببرم. خوش اومدی. خیلی ممنون. راستش خواستم بگم تو هم بیایی، ولی دیدم نیاز به دعوت نیست. شخه نه دیگه، بهتر من نیام، خودتون برین. دمت، نخواسته کاری کردم که باعث ناراحتیت شده؟ جهان بیا راجبش حرف نزنیم، میدونی که چی میگم. میدونم، ولی یهو دلم خواست دستتو بگیرم. میدونم، میفهمم، منم که دستتو رو به زور توی دستم نگرفتم، دلم میخواست ولی درست نیست، نمیشه. حق با تو. ببین، تو الان یه ازدواج موفق داری، یه زن خوب داری، یه دختر خوب داری. تو هر ازدواجی هم بالاخره گاهی یه اتفاقایی پیش میاد، ولی اینجوری نیست که قابل حل نباشه، تو از پسش برمیای. دمت. زینب، ملیس، چرا نمیاین؟ اومدی مامان. خوش اومدین استاد. ممنونم. خوش اومدی بابا. دخترم. اخ، ممنون دخترم. یه سورپرایز براتون دارم، میبرمتون یه جایی، ولی با این لباسا که نمیشه. چرا؟ نمیشه، همین، باید عوضش کنی. حالا چه سورپرایزی؟ نمیگم، ولی وقتی رفتیم میبینی. باش. شما نمیای خاله دمت؟ نه جونم، شما ها برین، شاید یه وقت دیگه. من میرم. هی، با تو اما. شنیدم. شب نمیام، فهمیدی؟ بهتر. میشینی خونه، پاتم بیرون نمیذاری. اگه بخوای این کارو بکنی اون وقت. میدونم، استخونمو میشکنی. دقیقا، آفرین. بری به جهنم. ممنونم. خب ببینیم دخترو چی میخوریم؟ من پیتزا مارگاریتا. تو چی میخوری دخترم؟ منم یه سالاد میخورم. خب برای منم لطفاً یه لودوس بیارین. بله چشم. نوشیدنی؟ بفرمایید. خب فعلا آب. زینب، منتظر کسی هستی؟ نه،
پس شاید اینجا رو دوست نداری ها؟ حوصله‌ات سر رفته. نه اصلا من چیزی نیست. ولی انگار یه چیزی هست ها؟ نه چیزی نیست. به این خوبی دور هم نشستیم، تازه قرار غذا هم بیارن، منم پیتزا میخورم، حسابی سر حالم. خیلی خوب هست. این تصاویر همه رو شوکه میکنه، تا چند لحظه دیگه منتظر باشین. آه پس کیه؟ مردم رو سر کار گذاشتن اینا. به نظر شما فوتبالیست معروف با کی دیده شده؟ واقعا که یه بار نشد اینا کلیدشون رو بردارن، میمیرن این کلید رو بردارن با خودشون ببرن. شدم درباز کنه این خونه. چش. ای بابا. سلام تولین جان. دمت. میبخشی بدون اینکه خبر بدم اومدم، ولی باید در مورد یه موضوعی باهات صحبت کنم. بیا تو. بشین. اتفاقا منم تنها بودم، جهان و ملیس رفتن با هم دیگه بیرون. اون موقع همه میشناختنم، خیلی معروف بودم. وسط زمستون رفتیم جشن سال تحویل با همون تیپ قیافه. آره آره، همتیم میم. اردالم پیشم بود. آه عمو اردال. آره بابای جان آدنا. آه خودشه. آره آره آره. چقدر دوستای صمیمی بودیم، کوچکترین مشکلی بینمون نبود، مثل دو تا برادر کلی کیف میکردیم. یه شب گیر داد نصف شبی که بیا بریم دریا. یخ میزدیم که؟ خب یخ زدیم دیگه، قرار بود برای دختر قیافه بگیریم. شروع کردیم کنار آب لباسمونو در آوردن. مایا داشتی؟ مایا چیه بابا، شورت معمولی تنمون بود. نه همون رفتیم تو آب. خلاصه زدیم به آب که افه بیاییم، شنا کردیم، برگشتیم دیدیم کسی نیست، یه چراغ قوه بود، اونم برده بودنش. تاریک بود، شانس رو بردیم، اردال اونجای چراغ قوه قایم کرده بود. هرچی هم لباس داشت داد به من، چون از سرمالش هم میلرزیدم، اونم همونطور لخت لخ بود، خیلی سرد بود اون شب. بیچاره یخ نزد؟ خب چرا، وقتی برگشتیم ذات ریه شد، یه هفته بالا سرش وایسادم. زنده است که نمرده؟ نه قربونت برم، معلومه زنده است، همین سال پیش با شو حرف زدم. آه باشه. خواهر برادری خیلی مهمه، هر چند سالم که بگذره نمیتونی ازش دل بکنی. وقتی یه دردی یه مشکلی داری میری سراغش، درد و دل میکنی. خب غذاتونو بخورین، میخوام بریم یه جایی که خیلی باحاله. کجا؟ خب وقتی رفتی میبینیم. جمله همیشه که بابام. جهان دخترها رو برده رستوران. دخترها؟ من فکر میکردم فقط با ملیس میره. زینبم بردن. کار خوبی کردن. منم میخواستم باهات تنهایی صحبت کنم. راستش میخواستم راجع به جهان حرف بزنم. که اینطور؟ جهان یه چیزایی میگفت، گویا این اواخر زیاد نمیتونین با هم صحبت کنیم. اصلا اینطوری نیست، ما مشکلی نداریم. این روزا خیلی گرفته به نظر میاد، ازش پرسیدم ولی... دمت جون، شاید تو ندونی ولی بین زوجای متأهل اینجور مسائل خیلی عادیه، پیش میاد. تو خودتو ناراحت نکن، گاهی ممکنه مشاجره کنن، دعواشون بشه، داد بزنن، ولی در نهایت همه چی یه جوری ختمه به خیر میشه، مشکلی نیست. اون که بله، حتما ختمه به خیر میشه. ما چهارچشمی حواسمون به این خانم هست که ببینیم دارن چیکار میکنن. یه لحظه ببخشید، معذرت میخوام، از صبح همش میگن تا چند لحظه دیگه. دلم میخواد اینو ببینم. یه لحظه ببخشید. موقع خرید گزارشگر غافلگیرم کرد. خانم تولین بازیگر معروف. خواهش میکنم. خانم تولین دوباره شما رو تلویزیون میبینیم؟ بله درسته. تولین خانم این بار با چه نقشی به تلویزیون برمیگرده؟ میشه توضیح بدین؟
راستش خیلی این سوالو میپرسن، ولی تا موقع پخش سریال چیزی نمونده. اگه چند روز دیگه هم صبر کنین مطمئنن حتما خودتون میبینین. استاد کجا اومدی؟ بچگیام خیلی می اومدیم اینجا، یعنی وقتی من بچه بودم. الو، 10 دقیقه دیگه اونجا باشه، تو راه باشه عزیزم، منتظرتم. کرم سایه، تو هیچ وقت سر عقل نمیای. باشه، من سب کنین، عمرن رو پیس نمیرم. میای نمیتونم با اینا وایسم. بیا میتونم، من دستتو میگیرم، نترس. نه تو رو خدا بی خیال شی بابا، بیا نمیشه، هیچی نمیشه، نترس. اینجام نمیتونی را بری. بیا بیا بابا، سیب باشه، آروم بیا بیا، یواش اصلا نجرم. بیا آروم. دیدی اومدی؟ نه واقعا من نمیتونم برم اونجا. میتونی ببین هیچ کاری نداره. نگاه کن، یه دو سه رسیدی، ببین رسیدی. دیگه رفتی؟ نه به خدا میفتم. بابا برو دیگه، من دستاسو برو برو موازه بتم. بیا میتونی برو، بیا از همین طرف برو. نه فری میفتم، دستاسو بگیر. خیلی داری تون میری. نه ترس منم انداختی. چی شد؟ حالا چی کار کنم؟ دستمو بگیر بگیر، وای منو ببر، وای حالا چی کار کنم؟ آره منو بگیر. بیا اومدم، بری برای خیلی خوبه. یعنی شب خیلی خوش گذشت، ازتون ممنونم. به منم خیلی خوش گذشت. بازم میدیم بابا اینا؟ البته هر وقت شما بخواین بازم میریم. چی شد زینب؟ رفتی تو فکر؟ هیچی، چیزی نیست، همه چی عالی بود. بازم ممنونم. به مامانت سلام برسون. باشه حتما. باشه، خداحافظ. خداحافظ. Thank you.
خواب چطور بود؟ خوش گذشت؟ آها خیلی خوب بود. چی شده؟ چیزی ناراحتت کرده؟ نه همه چی فوق‌العاده بود. بعضی وقتا از این کارا بکنیم، زینبم ببریم. باشه میریم، ولی بعضی وقتا بابا و دختر با هم میریم. باشه؟ جدی میری؟ معلومه که میریم دختر عزیزم، معلومه. قربونت برم. افق، بفرمایید آقا کرم. ببین چشم از آکسل بر نمیداری، میفهمی؟ اون وقت نه تو نه من چشماتو باز میکنی، باید یه آتو ازش پیدا کنی. شنیدی؟ باشه آقا کرم. من پیدا کردم داداشی. آکسل دیگه نمیتونه سر به سرمون بذاره. خلاصه این که داداشی این توله سگ با معشوقه باباش رابطه داره. شوخی میکنی ها؟ نه با چشای خودم دیدم. تو آکسل رو تعقیب کردی؟ آره مگه چه عیبی داره؟ آخ باریش، تو هم تعقیب کردم، رویت هم خبردار نشد. کی؟ شب عید، یعنی عید سال پیش. خب چی کار میکردم؟ گیر داده بودی، یه کادوی قشنگ گرفتم، یه کادوی قشنگ گرفتم. منم کنجکاو شدم، تعقیبت کردم. آفرین. به هر حال داداش من، دیگه این آکسل طول سگ جرأت نمیکنه به همون نزدیک شه. آفرین. آره از این به بعد هیچ کی نمیتونه سر به سرت بزنه. عجب کسافتیه با معشوقه باباش ها؟ خب ببینم امشب چطور بود؟ خیلی خوب بود. چند تا کشته چند تا زخمی؟ چی؟ مامان جون میگه خیلی خوب بود ولی کشتیات همه غرق شده که. مامان میشه حرفشو نزنیم؟ خواهش میکنم. نمیزنیم. بذار بیام تو بغلت. تو هم منو بغل کن، همینطوری بشینیم. بشینیم مامان جونم، بشینیم عزیز دلم، بشینیم. خیلی دوستت دارم میدونی که. میدونم ولی بازم شنیدنش کیف داره. شب عید چطور گذشت؟ خوب بود. تو چطور؟ برای منم خیلی خوش گذشت. با دوستامون رفتیم بیرون، کلی زدیم رقصیدیم. راستش نمیخواستم برم ولی خواهرزادم اصرار کرد، مجبور شدم اونم ببرم. اگه میدیدی چقدر رقصیدن رو دوست داره، میخواد بازیگر بشه. چه خوب. منم گفتم فرصت خوبیه، تولین خانومم یه سریال جدیدو شروع کرده، دستشو گرفتم بردم سر صحنه، خواستم با فضاش آشنا بشه، هم تولین خانومو ببینه. اگه بدونی تولین خانوم چقدر خوشحال شد، زود شروع کردیم به عکس گرفتن. ولی من یه سوتی دادم و فکرشو میکردم.
از اون گلایی که برات اومده بود خبر نداشت. یه دفعه از دهنم پرید. متوجه نشدم. کجاشو متوجه نشدی؟ گلایی که برات اومد شوهر تولین خانم فرستاده بود. یه دفعه از دهنم پرید، اینو بهش گفتم. خوشبختانه اصلا ناراحت نشد. تو چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ دقیقاً همینو میگم. سفرتو خوب جایی پهن کردی آفرین. ولی اون آدم زن داره دمت جون. زنشم خیلی خوشگله. تو با این کارات میخوای بگی که میخوای بگی دمت جون؟ تو از من باهوشتری، تو از من با استعدادتری، تو از من سخت گوشتری، حتی تو از من خوشگلتری. چیزی که میخوای بگی دقیقا اینه. چطور شده؟ دمت یه لحظه با من بیا. دمت چی شده؟ آیشان چیزی گفته؟ مهم نیست. دمت جون میشه بگی؟ همش چرت و پرت میگه، عصبانی میکنه. میگم جوابشو ندم، سکوت کنم، ولی آخر اعصابمو ریخت به هم. منم جوابشو دادم، همین. کار خوبی کردی. مگه من نمیدونم آیشان چه دیوونه ایه؟ گاهی اوقات یه دیوونگی هایی میکنه، وقتی جوابشو دادی یه چند هفته سر جاش میشینه. میبخشی دیگه حسابم به من. آره میدونم. دمت جون، این اواخر تونستی با خواهرم صحبت کنی؟ من که نتونستم پیداش کنم. نه حرف نزدم. زنگ میذارم جواب نمیده، خبری هم ازش نیست. گفتم شاید بهت زنگ زده باشه. این اواخر با هم حرف نزدیم. از این به بعد مرتب میام دیدنت. تو هم هر وقت خواستی میتونی به هم زنگ بزنی. باشه؟ تو دیگه نیا، من خودم میرم. زود باش دیگه، چقدر طولش میدی؟ کی میخوای با ملیس حرف بزنی؟ بله، چه خبر؟ کجایی؟ چی کار میکنی؟ هیچی، اومدم خونه کرمینا. چرا؟ کرم امروز مدرسه نیومده، موبایلشم جواب نمیده، نگرانه شدم. فهمیدم. تو کجایی؟ هیچی، تو پارک کودک نشستم. زینا، حالت خوبه؟ اتفاقی افتاده؟ راستش یه چیزی هست که باید بهت بگم. باشه، وقتی از خونه کرم اومدم بیرون بهت زنگ میزنم. باشه، منتظرم. هنوز بیدار نشدی؟ هی، دید میرسی سر کارا؟ میدونم نمیتونی ازم دل بکنی. هی، حق با توه، نمیتونم ازت دل بکنم عشقم. کارم هم دیر شد. چیه؟ عصبانی به نظر میای ها؟ نکنه خوب نخوابیدی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ من اینجا چی کار میکنم ها؟ بذار فکر کنم. به هر حال زنداداش منم غیب شده، نکنه بلای سرش اومده.
میکشمت سایر. آروم باش بابا، کاری باش نکردی. 5 دقیقه پیش رفت، حتی یه یاد داشتم برات گذاشت. صبر کن ببینم، گذاشتمش تو جیبم. ببینم تو یادداشت چی نوشته. عشقم من دارم میرم، اول صبحی به مهمت زنگ زدم، خیلی میبوسمت، شب میبینمت. عجب، خیلی عجیبه، یعنی جالبه. خب میخوای چی کار کنی؟ تو چی میگی؟ نمیتونی چیزی رو ثابت کنی. راست میگی، چه بد، کاش فکرم درست کار میکرد، اینجا دوربین مخفی کار میذاشتم، چه میدونم. به هر حال اونقدرم کثیف نیستم، وگرنه شاید آدم کثیفی باشم. به هر حال باید جیب بعضیا رو پر کنم، شاید دزدکی اومدم اینجا، یه چند جا دوربین کار گذاشتم، نمیدونم. بلش کن، نگران نباش، اونقدرم کثیف نیستم، خیالت راحت. خب دیگه یه لحظه، اگه دوربین گذاشته باشم چی؟ ها؟ نه این کارو نکردم. این پیشت بمونه. بگی. زمنان. از این به بعد دیگه سر به سرم نمیذاری. برای این حرف دیگه کم دیر شد. نه به نظر من نشده. اگه یه طرف بازی میکردم، آره حق با تو بود، ولی من یه طرف بازی نکردم رفیق، توپو به یه نفر دیگه پاس دادم. منظورت چیه؟ منظورم اینه که توپ رسید دست من، خواستم پرتابش کنم ولی جوون مردیم گل کرد و زود توپو پاس دادم به زینب. خلاصه زینب احتمالاً الان داره با ملیس حرف میزنه، یعنی به جای اینکه وقتت با من تلف بشه بهتره بری زینب رو پیدا کنی. خطا کار. زود باش. بله زینب کجایی؟ بیرونم. ببین منو، هیچ حرفی به ملیس نزن، دارم میام پیشت. دقیقا بگو کجایی. پارک کودک. خیلی خوب اومدم. ای بابا گیر داده به گل، آخه بگو به تو چه؟ به تو چه؟ مگه تو فضولی؟ انگار همه باید به این جواب پس بدن، انگار همه باید براش توضیح بدن. من اومدم. شاله Thank you.
تو یه چیزی میخواستی به هم بگی؟ آره، حالا اونو ولش کن، انگار حالت خوب نیست. چی شده؟ بایدم خوب نباشم. اینو رو تخت کرم پیدا کردم. چیو؟ که با کرم را بگی داره. کرم داره به هم خیانت میکنه زینب. بودا میگه سه چیز هست که مدت طولانی مخفی نمیمونه: آفتاب، ماه و حقیقت. وقتی پرده‌ای که رو شب سایه میندازه کنار میره و آفتاب با تمام روشنایش به صورتم میتابه، چشمامو میبندم، چون از برملا شدن حقیقت خیلی میترسم. آقا چرا؟ مگه من چی کاریش کردم؟ من کاری نکردم آخه. خیلی خوب، دیگه گریه نکن. دستمال کاغذی داری؟ خب چرا ازم جدا نمیشه؟ چرا هنوزم با همی؟ جلوی همه زاییم میکنه، تحقیرم میکنه، کاری که شب کاراو که با هم کرد یادم نرفته. شاید اونطوری که فکر میکنی نیست، حتما لازم نیست با یک کسی در میان باشه. اینطور فکر میکنی؟ اینطوری هم نباشه، تتوشو در میارم. لازم باشه با کرم حرف میزنم، اون دختر رو پیداش میکنم. من کرم رو خیلی دوست دارم زینب، نمیتونم ازش جداشم، ولش نمی کنم، هیچ وقت ولش نمی کنم، هیچ وقت. خب تعریف کن دیگه، چرا زنگ نزدی؟ چرا خبر ندادی داری میای؟ چی شد؟ معالجت به کجا رسید؟ بر میگردی؟ تموم شد عزیزم، دیگه بر نمیگردم، همه چیز تموم شد. واقعا تموم شد؟ یعنی الان دیگه حالت خوبه؟ خوب شدم. باورم نمیشه، به خاطر چیز دیگه که نایمدی؟ نه عزیزم، باوری شاله جونم خوشحالا. الان دیگه یکم بهتری؟ ممنون زینب. تو نمیخواستی یه چیزی به هم بگی؟ اون چیزی میخواستم بگم در مورد باریشه؟ نه اصلا، چه میدونم، حالم یکم گرفته بود، خواستم حرف بزنی، چیز خاصی نبود. اگه کاری از دست من برمیاد یا اگه کمک لازم داری لطفا بگو. چیز مهمی نبود، فراموش کن. باشه، من دیگه برم خونه. سرم خیلی درد میکنه، یه قرص چیزی میخورم آروم میشم. میخوای باید بیا؟ نه خیلی ممنون، فقط یه چیزی ازت میخوام.
اینا رو به کسی نگو زینب، خب؟ بین خودمون باش. هیچ کس نمیگم، نگران نباش. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. خبر عزیزم، کجایی؟ بیرونم، دارم میرم خونه، اگه میخوای بیا. باشه، منم میخواستم هم دیگه رو ببینیم. من الان پارک کودکم، تا برسم خونه یه رو به دیگه میشه. باشه، میبینم. خدا. ملیس، بالاخره نمیخوای بگی چی شده؟ این چیه؟ رو تخت کرم پیداش کردم. شوخی میکنی؟ حالا مال کیه؟ نمیدونم، منم دنبال همینم. از کرم پرسیدی؟ چیو بپرسم دختر؟ مگه دیوونه؟ چه ربطی به دیوونه بودن داره عزیزم؟ ای بابا، مگه کرمو نمیشناسی؟ اصلا تحمل حسادت نداره، راشو میکشه میره. پس چجوری میخوای بفهمی ملیس؟ نمیدونم، ولی بالاخره میفهمم. ملیس، نکنه میخوای از کرم جداشی؟ نه خیر، اگه میخواستم هم الان وقتش نیست، به خاطر اینکه یه آشغال با عشقم بوده بکشم کنار؟ نه خیر، از این خبرا نیست. حالا میبینی، پیداش میکنم و روزگارش رو سیاه میکنم، از به دنیا اومدنش پشیمونش میکنم. کجا موندی؟ خیلی نگرانت شدم. تونستی با ملی حرف بزنی؟ نتونستم حرف بزنم. گوشواره رو تخت پیدا کرده کرم. فکر میکنه پای یکی دیگه در میونه. خب هست دیگه. نه اینطور نیست. تو منظورمو نمیفهمی. حالش انقدر بد بود که نتونستم چیزی بگم یا کاری بکنم، حتی نتونستم دلداریش بدم، همینطوری کنارش نشستم. حالا چی کار کنیم؟ حالا اون دختر رو چطور پیدا کنیم؟ اول از موبایلش شروع میکنیم که با کیا حرف زده، بعد لیست دوستای فیسبوکش رو چک میکنیم، بعدم اتاقش رو مو به مو میگردیم. اگه همیشه با هم در ارتباط باشن معلوم میشه. دقیقا. ملیس، حواست به اسمای ناشناس هم هست؟ منظور چی؟ شاید دختره رو با اسم اصلیش ذخیره نکرده، محمدی احمدی چیزی. دوست پسر صدا هم این کارو کرده بود، به اسم طارق ذخیره کرده بود، بعد صدا هم ساده بود و نفهمید، بعدن متوجه شد، بعد موبایلش پیش اون زنگ میخوره و یهو میفهمه. باشه، یه کاریش میکنم. اینو میگی ملیس، ولی به این راحتی هم نیست. فرض کنیم رفتی تو اتاق کرم، موبایلش رو پیدا کردی، اتاقش رو زیر رو کردی، فکر میکنی به همین راحتی هاست؟ اول از باری شروع میکنم، زیر زبونش رو میکشم. اینطوری منطقیه. از زینب هم میتونی کمک بگیری؟ نمیشه، اونو قاطیش نکن، فقط بین خودمون دوتا باید باشه. چرا؟ چون من اینطوری میخوام. رمز ایمیلش هم که نمیدونم. کلی برنامه واسه هک کردن ایمیل میشناسم. تو از این چیزا سر در میاری؟ ولی مطمئنم صدات خودمون سر در بیاره. صدات نمیشه،
از بچه های مدرسه هست، یکی از بیرون باید پیدا کنی. من که بیرون مدرسه کسی رو ندارم، کسی که این کار بلد باشه نمیشناسم. میدونی تو معصومترین قسمت این داستانی، جدی میگم. منظوره چی؟ میخوام بگم انقدر به کرم اطمینان نکن ملیس، اون آدم با خونسردی تمام تو رو ضایع کرد، جلوی همه آبرو تو برد. بین خودمون حرف زدیم، حلش کردیم. چطوری بخشیدیش؟ اصلا به تو جان، باید به تو حساب پس بدم. چرا این کارو با خودت میکنی؟ اونم وقتی میدونی دوستت نداره. کرم منو دوست داره، میفهمی؟ بعدم خیلی ناراحت میشی. یه جوری پیداش میکنی. میخواستم باش حرف بزنم، همه چی رو بهش بگم، ولی نتونستم. حالش خیلی بد بود. گفتم اگه رابطه ای ما رو بدونه چی میشه. خیلی دوست داره، میگه به هر قیمتی شده ازت جدا نمیشه. تو به این چیزاش فکر نکن، خیالت راحت باشه. نمیذاریم بفهمه با هم رابطه داری. اگه آکسل بهش بگه چی؟ نگران نباش، اونو درستش میکنم. چطوری؟ متوجه نشدم منظورت چیه؟ از این به بعد به هم زنگ نمیزنی، اسمس هم نمیفرستی، مخصوصا جلوی بابام به هیچ وجه کار مشکوکی نمیکنی، فهمیدی؟ نگاه کردن و چشم تو چشم شدن دیگه تمام. یعنی چی تموم شد؟ یعنی از این به بعد هم دیگر رو نمیبینیم. خیلی خوب، ولی آخه چرا؟ چون من اینطوری میخوام، فهمیدی؟ چی شد؟ چرا وایسادی؟ دختر تو مثل که حالیت نمیشه، ها؟ گفتم تموم شد، از این به بعد حتی پیش هم دیگه هم وای نمیستیم، فهمیدی؟ پیاده شو. یه عوضی تمام عیار، یه کثافت بی همه چیز آشغال. سلام. سلام، چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم. اگه کاری نداری همدیگر رو ببینیم. میخوام اگه میشه باهات حرف بزنم. باشه، مشکلی نیست. غروب وقت داری؟ حوالی ساعت 7. چطوره، خوبه؟ آره، پس زنگ میزنم جاشو بهت میگم. خب باشه، منتظرم. خیلی خوب، پس میبینمت. خداحافظ. فعلا. با کی حرف میزدی؟ هیچی، بابام زنگ زده بود. شب دیر میاد، زنگ زد اینو بگه. یه مدت نباید همدیگه رو ببینیم. ببین، فقط یه مدت کوتاه. هممون اذیت میشیم، حداقل تا وقتی که میلی سوباری شالشون بهتر بشه. ما باید از هم فاصله بگیریم. آخه چطوری میتونی؟ نمیدونم، ولی باید سعیمونو بکنیم. یعنی میگی خودمونو قربانی کنیم؟ چاره دیگه هم داری؟ ولش کن، نظر من چه اهمیتی داره؟ مزخرف نگو، چرا مهم نباشه؟ وقتی نمیتونیم با هم باشیم، نمیتونیم بگیم با همیم، دیگه چه اهمیتی داره؟ فقط یه مدت، تا ابد که مخفی نمی کنی، تا وقتی که همه چی درست شه. یعنی با دختری باشم که دوستش ندارم؟ باهاش نیستی، خودت هم اینو میدونی. اینو فقط ما میدونیم، اون بیرون همه فکر میکنن من با ملیس رابطه دارم. بقیه چی فکر میکنن اصلا برام مهم نیست.